قضیه از اونجای شروع شد که یک روز حسرم سر رفت و به شماها گفتم به قید قرعه با هر کی روی نستوری ریپلای بزنه روز ولنتاین دیت میرم. خیلی شوخی واقعا گذاشته بودم این استوری رو و بعدش مردم اینجوری بودن که آره حتما برو دیت، 190 تا ریپلای گرفت، آره ولاگ بگیر و فلان و اینا، و الان دارم میرم دیت. شرطای این دیت هم از این قرار بود که من واسه شما رو حساب نمی کنم، شما واسه خود حساب میکنی، من واسه خودم رو حساب میکنم و فقط هم پسر میپذیرم، من بای نیستم. و اینکه نباید زیر 18 سال باشین. خیلی دیر کردم زنگ زدم بهش گفتم که لطفا اگر میشه من یکم دیرتر بیام. اسمش صبحانه و یه کافه قرار گذاشتیم. قرار نیست خیلی آرایش بکنم چون هیچ وقت خیلی آرایش نمیکنم. فقط یه خط چشم خیلی کوچولو میکشم. نه اینجا نمیتونم بکشم. بابرم جدا. واقعا در همین حد. میگن که توی دیت خوب نیستش که اون چیزی رو نشون بدین که خودتون نیستین. من هیچ وقت آرایش ندارم تقریبا، چرا باید انقدر به خودم بمونم؟ خودی بسته دیگه. دیر رفتن مهمتره یا اینکه آرایش کنی؟ الان فکرم دارم میرینم من. این جوراب میره تو چکمه، میدونم رنگش همسان نیست. من خیلی از دیت رفتن خوشم نمیاد چون یه بار یه تجربه خیلی بد داشتم توی دیت. رفتم سر قرار با یه کمونیست و اینجور بود که وایت ها رو من خیلی آدم متفاوتیم، من با برجستگی های بدنت تحریک نمیشم، من با لاک ناخونه انگوش کوچیکه پای سمت چپ تحریک میشم. چقدر لاک قرمز خوشگلی زدی من کلی خوشگل کردم. ببینم رفتم سر دیت و دیدم حاجی طرف یه جوری شبیه عکساش نیست و داغونه. من خیلی زده شدم. از اون به بعد تقریبا یادم نمیاد دیت رفته باشم تا حالا. بریم که ببینیم. ببینیم عکسش هم درست ندیدم حتی، چون فالوش نکردم و یه عکس پروفایل داره فقط. فقط اون رو دیدم و میدونم اسمش صبحانه و معماری میخونه. همین. خیلی آتورتری کار زندگیم بود فرار کن. تو تئاتر کار میکنی؟ من خیلی بیشتر از کاری که تو رشته خودم میکنم تئاتر و سینما کار میکنم. دستی جالبه. آره خیلی ممنون عزیزم. کنکور شدم 75، نشدم 10. آفر. ولی من به خاطر سوء سابقه دانشگاه دولتی نتونستم ثبت نام کنم. چیکار کرده بودی؟ نه فتامت ها داستان سنات خالی نبود، سفید نبود. آره چه برگیر دوست داری؟ خوب تو حالا 80. آره تو بود حالا چندی؟ من اصلا نمیدونم سن تو. 80 کچی کم منی؟ آره جدی میگی؟ یک سال من کچیده 81. آره با مرداد من اصلا آدم نیستم سر دیت برم. یک بار رفتم دیت در زندگی خوب و خیلی تجربه بدی بود. میخوادم یا خیلی خیلی دیگه قیافت میخورم. چی؟ اصلا تو دیت رفتم دور سر بشی. من از دور رفتم تو کافه دیدمش. همون برگشت؟ نه بر نگشتم، به نشانه ادب رفتم تو و یک ساعت و نیم وقت خودم تلف کردم و اون هی اینجور واو چه خوشگلی و فلان. من اینجور هم وای مرسی بسه. بعد تموم شد. اصلا خیلی بزرگتر بود اصلا؟ 15 تا من بزرگترم. آخرش از من پرسید که اوکی بود یا نه، گفتم نه. گفت میشه بدونم؟ گفتم نه. تو رو خدا بگو فلان اینا. و گفتم بهش و خیلی اعصابش خورد شد و گفت خب نمیخوام بگم چرا اصرار میکنی بگو نمیخوام به احساسات تو ضربه بزنم، ولی کلن دیتینگ پرسن نیستم یکم. این دوم این بار در آدم خیلی این وای وای ازت شاید بگن که آره بد گریله مثلا فلان اینا، ولی آره اصلا خونگی دو عالمی. نه خونگی هم نیستم. نه خونگی که منظورم اینه که بد گریلم هستم دیت میگیرم. اینم یه مدلش پسرهای دیگر رو بازیچه. آخه رفتن خیلی آکوارده، من واقعا نمیفهمم. آره با هر کی رفتن تو رابطه حداقل اصلا 4-5 ماه قبلش باش دوست بودن صرفا. آره اصلا از یادش شاید خوشم هم نمیومد مثلا. یهو مثلا خیلی چیزا
چیزه. دیدین چه آکوارد بود؟ اینجور بود که برای یک ساعت و 40 دقیقه اول دقیقا همون تایم که فیلم میگرفت من اصلا صحبت نمیکردم، خیلی کم صحبت کردم، یعنی یه خورده یخم آب نشده بود، خیلی it was new to me you know؟ اینکه یکی دیگر رو دخیل دارم میکنم و اصلا نه عکس پروفایلش رو درست دیده بودم، یعنی همه یکم فرق دارن دیگه با اون چیزی که تو واقعیت میبینیشون. با هم چت داشتیم ولی نمیدونستم اصلا کیه و به خاطر همین اینجوری بودم که گارد داشتم، آیا این آدمه اصلا میخواد صدمه بزنه، نمیخواد بزنه، یه داستانی به وجود نیاد، نمیشناسی حاجی، آدم ها واقعا تخمی هست. از دقیق یک سال پیش اصلا میشناسمت، خب ریلیزت اومده بود تو اکسپلورا، محتوای جالبی اضافه میکردی، مخصوصا پادکستت با داشت خیلی عمیق سورنا رو میشکافت. من جوردم که مرسی که یه مثلا دیت های داری اضافه میکنی و رفت صرفا یا ریاکشن هم میروی همه این همه چی گفت بای نظرت رو گفته خواهی من نکن. رستوران و غذا رو خوردیم و بلند شدیم و رفتیم و تقریبا دو برابر اون تایمی که جلو دوربین بودیم حدود 1 ساعت و 50 دقیقه 40 دقیقه اینا میشد با هم تو پارکا و اینا بودیم و پیاده روی داشتیم میکردیم، در باره چیز دیگه صحبت کردیم و اون موقع تازه وایبش رو یک خورده من گرفتم. تهران زندگی میکنی؟ من آره ولی الان بخواد دانشگاه. خانوادت تهران زندگی نمیکنه؟ ولی خب تهران بودیم کلا. رسما گتو جایی که ما رو زندگی میکنم، یعنی مثلا کرس خیلی عجیبه. آره اختلاف طبقاتی 0 و 100 ها، یعنی یا پولدارترین آدم رو زمینی یا کرجی چون پول نداری. من از 12 سال دیگه کار میکنم پول دارم، یعنی هر کاری یکی کردم. یه سری از دوستای من 10 نفر مثلا میشناسم، البته اینا خوشون تو رپ فارسی هست. اینا از 10 سالگی مثلا گل میکشتن، الان مثلا یارو 28 سالشه، 18 ساله داره کاری که خیلی عادی نمیفهمم. الان بیس خیلی داره روتین میشه تو کرج، یعنی چند تا پولدار داره مگه که بیس داره روتین میشه؟ بیس چیزی نیست که بخواد روتین بشه. ببین اصلا من خودم دارم پشمام، یعنی واقعا دارم پشمام. خیلی کثافت داره، پول کثیف حال نمی کنه. من خیلی به پیشنهاد شده که سنهاج بیا بفروش، خوبه تو میتونی با حاله، کسی شک نمی کنه به هت فلان و اینا. من دوست ندارم، نه اینکه خودم مصرف کننده نیستم، اصلا چون مصرف کننده نیستی بهت میگم بیا بفروش. وقتی رفتیم قدم بزنیم دیگه نتونستم من ولاگ بگیرم به دلیل اینکه ریل نبود و احساس کردم طرف معذبه اینکه ولاگ بخوام بگیرم. خیلی واقعا آکوارد دیت اول جلوی دوربین، من نمیدونم بلایند دیت ها چی کار میکنن، اصلا شوه میدونی. نمیخواستم به عنوان یک سوژه ببینم طرف و یه وسیله‌ای که یه ویدیویی بسازم، چون سعی کردم انسانی برخورد کنم و بگم که اوکی مثلا الله دیت واقعی بود. به خاطر همین دوربین دیگه در نیاوردم بعدش، فقط از توی رستورانمون فیلم گرفتم. مرسی عزیزم، بکارم الان میارم. تشکر. اسلایدر سفارش دادیم مگه؟ نه. چی سفارش دادی الان؟ به بیکن برگر، ولی برگر گنده نمیارن، 3 تا کوچولو اینجوری. آها آها. روجلا سرب داره، نه بخوری. و حتی یه چیز رو پیشنهاد کنم، از سالاده شروع کنم. از سالاده؟ ببین سوس روش میگم، من حاضرم سالاده رو بگیرم همه شما رو بخوریم. نه نس میخوریم. چرا غذا رو تون میخوریم؟ من با تون خوردن هیچ مشکل نرم. تا کجا؟ من فلفل سیاه رو خالی میکنم تو غذا ولی بازم تون نمیشه. آفری فلفل سیاه اینجوریه. چرا تون نیست؟ خیلی تخمیه. فقط عبتت میگیره الکی. چیزی همخونه داریم؟ شما جرنگ داریم؟ من احساس میکنم تو خیلی من رو میشناسی، من اصلا تو رو نمیشناسم. نه به دیتابت دادم یزید، این همه دیتابه هم دادی ولی تو منو یک سال فاکین میشناسی. هر روز استوری میذارم زر میزنم. اصلا استوریات تو خیلی دومه نکنم. میدونیم میخوایی بذارم یه دونه کود دیگه رو بذارم من پیام همون که کلید کردم پیج مامانه تو بذارم. خب بچه ها نمیدید چقدر خوشگله، مامان 6 در اول خودش خوشگله. خفه شو تو بینید مامان رو برمخواستی با من رو دیدید؟ با اینجا میشه امیمه که واقعا مادر خوبی داری داری جانو بذاری؟ وای خدا داشت، من نمیخوام با مامانت اوکی شم که اوکی بازی هرون نگاش کنی. آره
پشمام میدونستم نمیدونم با این نه حالا براش شده واقعا کار مامان خوش کرده خیلی ها گفتم خیلی داره کجا کار میکنی باشی؟ یوتیوب ازش خوشم اومد ببین ازش خوشم اومد که بدم نیومد یعنی اینجورم اوکی وایبشو خیلی نگرفتم اون شیمی که باید باشه نبود به نظر من یه سری رد فلگا داشت برای من حقیقتا گفته که نذارینا رو خب اون چیزی که گفت خیلی برام مهم بود که آقا what the fuck مثلا گل کشیدن برام هر کی گل بکشه تقریبا 70% بیشتر 80-90% برام کنسل مگر اینکه دیگه یارو چی باشه من یعنی همه چی بود من تا قبل از اتفاقای شهریور خب بالا شهر کرج یا آپارتمان دفتر تبلیغاتی داشتیم من رفیقم شریکی آها دست دادیم آره ورشکست شدیم فاکین ما 90% منبع درآمدمون تولید محتوای ویدیویی و عکاسی برای اینستاگرام مثلا بیزنس های مختلف برندهای آره حتی مشهور خب و من یه فاکین مثلا 4 میلیارد بگا دادم خب و یه آدمی که 19 سالشه دید یهو چرا باید 4 میلیارد بگا دادم بعد من با 4 میلیارد شروع نکرده بودم که ولی 4 میلیارد بگا دادم 4 میلیارد یعنی شده بود بیزنستون و چند تومن شروع کرده بودی اون موقع 15 میلیارد خیلی خوبه بچه بگا رفتیم ما خیلی بد بگا رفتیم من 5 سالی که اصلا نرفتیم اون بری قطع ارتباط اما هم رفته با ما بیستم بلا هر خانواده ایرانی بود مدازه ما بزرگم بمیره پول برسه بود خیلی جدی ببین هیت نپراکن ما بزرگ خودم هم میخوام باشه حالا من موقع برگشت خونه ما میبک میرسون نمت خونه راضی نبودی چرا ببین یه بحث دیگه یه که هست اینی که امن کوچیکتره من اینو حس میکنم من نباید حس کنم همینجوری هم من با پسر کوچیک‌تر خودم هم دیت کردم قبلا میفهمی اینو یعنی متاسفانه تو چشم میزنه پسر که اندازه خودم هم باشه معمولا احساس میکنم ازم کوچیک‌تره باید مثلا 2 سال دیگه فوقش طرفم هم بزرگتر باشه چون تجربه ثابت کرده تو چشم میزنه مثلا 2 سال بشه 3 سال تو چشم میزنه این نباید باشه این مهمترین مشکله یه کاری که واقعا خط قرمز داره بجز خیانت و این کجا اما شاید خیانت هم حاضر باشید تا دلت بخواد من هیچ رابطه یه خودم تمام نکردم نه اوکی باشی یعنی آها نه با خیانت نه اوکی نیست نه من اونجا خیانت میکنه خیلی ضربه نمیبینم اخیرا اینجوری هم که حالا رفت چی کارت کنم دیدن من اطلاع بودی فکر نمیکنی خودی یه مشکل داری که دختره که خیانت میکنن انتخاب میکنی نه همه خیانت میکنن یعنی به مامان بابای خودت هم عادت دارن که یه روز بهم خیانت کنن بده. جدی میگم. نه that's fine. آدم متعهد زیاد دیدم. آدم درست حسابی که خیلی خیانت کنه. خیلی خیانت. خیلی درست میگه. آره ولی بذار اینجوری بگم. آره. من دارم از کنجکاوی میمیرم. جا. چرا این داره خیلی وقت ازتون فیلم میگیره؟ ما یوتیوب. یوتیوبری؟ آره چند تا سابسکرایب دارید؟ بعد موضوعش درمون میشه؟ نه چه جدیه میخواهد؟ آره آره داره ویدیو شدید ویدیو میگیرین از دوستید؟ چرا؟ مریضه مریضیم؟ زیم یا زه؟ رفت موقع من نمیرسم که دیت دوم میرسه یا نه ولی با هم یه بار دیگه بیرون رفتیم و من اینجوری بودم که اوکی نه و اون حس شیشم بهت میگه این داستانو خیلی خوب میتونی درکش کنی آیا دوباره این کارو میکنم فکر نمیکنم که بخوام استوری بذارم و اینجوری داستان و اینا نه خوشم نمیاد یه کاری که دختره میکنه خیلی میره رو بخواه آها حتی رفیقا زیاد پسرها نمیتونم من راست دارم خواهیتم آه نه تو که اصلا رفیق دختر نداری خب آره آره ولی نه یه پسیز پسرها خب اصلا میفهمه داشت این شعورش میرسه صرفا چون شعورش میرسه هیچ کاری نمی کنه خب وگرنه به عنوان یه پسر میگم همه یه پسرها قصد دارم خب تو هم اگر یه روز با یک
پسری رفتی تو رابطه، مطمئن باش اگه دوست دختر زیادی داره با همه دخترها که باشون رفیق آدز بره. I'm okay. کنار میتونی کنار بیاد، میتونی کنار بیاد. یه انقدر دوست داره که خودش میگه آقا موقعیتش پیش اومده، مثلا خودم. خب اما موقعیتش پیش اومده است. تیریستان برام موقعیتش پیش اومده. خب آقا مثلا دوست دختر دارم چرا؟ خب میگه چی میگم؟ یکی در حالا اون چه نرسه میگم. آخه پسرا یه جوری میگن همه پسرا میخوان همه دخترا رو بکنن. بعد اوکی انگار همه دختران نمیخوان، انگار همه دختران نمیخوان همه پسرا رو بکنن. یه چیز متقابل دو جانبه است که دخترا دوست دارن با پسرایی بخوابند که پسرا نمیخوان باهاشون بخوابند. نه هیچ ربط نداره، آدم داریم تا آدم روان انسانی خیلی متفاوته. آره. دیت اول آکوارد همیشه دیگه. آخه دوربینم گذاشتی جلو دوربینم. آره دوربینم گذاشتم خیلی. بعد بری خونه پشیمون میشی، واسهش نمی کنی. چرا خوب کنم؟ مطمئن باش می کنم. اسم فامیل یه چهار تا گوشه رفی هم کنم برکش کنم. بگم بده نام، فامیل، اسم رپر، اسم ترک، اسم آلبوم، شهر. چی؟ اوت آف نوور شهر دیگه امتیاز مفتی. من ماهی ترین آدم ممکنم واقعا. یعنی چی؟ فعال حوزه رپ فارسیه؟ نمیتونم نمیدونم دوستان یه حرف بگو اسم فامیل بخواییم بازی بگو. به چی؟ که بفهم. اوکی آلبوم یارم نمیاد. اسم ترک؟ کیلو کیلو. کیلو کیلو نیست اسم ترک. ترکت گادفوری؟ میدونم کیلو کیلو نیست اسمش. مطمئنی؟ اشت دیگه نیست منشم کی پیشته؟ از کیه؟ نمیدونم سرچ کنی ببینیم همچین ترکی داریم یا نه؟ نمیدونم چون نمیدونستی کی پیشته؟ صفر برم. مطمئنم یا تتلو یا مثلا آره سامیلسا یا ترک برم نیست جیم. جیم استوب استوب که استوب هیچی ننوشتی؟ سه تا نوشتم. استوب 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 آقای یاس دو تا آلبوم نده بودی ما الان اینجا نمره کم نمیگرفتی. دو دست برده بودی من یه دست بگیرم. میخوای بریم یه دوری بزنیم؟ میتونیم یه دوری بزنیم که دیگه بر نگردیم منظورت داخل. به این صورت خداحافظ. اگه این ویدیو رو دوست داشتی برای یک نفر شیر کن.